درود به شما گرامیان. ما برای بار دوم تصمیم گرفتیم تا اونجایی که میتوانیم تازینامه رو یک بار دیگه بازگویی بکنیم. هفته پیش من شروع کردم، ولی از همون جایی که شروع کردم چون حالا میخواییم ادامه بدیم و پشت سر هم بریم، اجازه بدید که دوباره برای شما از آغاز بگم، از همون بسم الله الرحمن الرحیمش که این واژه فریبنده رو بارها ما توضیح دادیم که آفریننده، حتی آفریننده راستین، مهربان و بخشنده نیست. اون که این کون رو درست کرده، اون که به گفته رستم سپهر گردون رو آراسته، او مهربان و بخشنده نیست. مهربانی اینه که مخلوقات زیر بار ستم قرار نگیرن، کسی آسیبی نبینه، این میشه مهربانی. اگر فضا و جامعه طوری بود که آدم ها مخلوقات آسیب دیدن، بنابراین مهربانی اونجا نیست و بخشایندگی همچنین. در کره زمین بخشایندگی به هیچ وجه وجود نداره. عدم تعادل در میان ملت ها، فقر زیاده از حد برخی از ملت ها تا اونجایی که میبینیم، من بارها این مسئله زدم، در آفریقا 17-18 میلیون انسان از گرسنگی در خطر مرگه. اگر بخوایم بگیم که آفریننده مهربانه، خب پس مهربانیش اونجا کجاست؟ اگر آخونده بگه، بارها گفتم که آقا این برای تجربه دیگرانه، خب مگه مرض داره که این چرا آخونده رو به از گرسنگی به حال مرگ نمیندازه که بره دروغ بگه شکم گنده کنه بیچاره سیاهه رو در آفریقا که هیچ لا حولی ولا قوتی داره، اون رو به اون روز سیاه بندازه؟ نمیشه که قربون. پس آفریننده مهربان و بخشنده نیست. آفریننده رو تنها کسی که خوب شناسایی کرد زرتشت بزرگوار بود. او رو خداوند جان و خرد خوند، خداوندی که جان رو در بدن دمید و خرد رو به او داد تا کار و زندگیش رو با اون خردش پیش ببره. اونی که از خرد بهره کمی برد پشت صف ایستاد، اونی که از خرد بهره کفاینده برد پیش رو بود و همه چیزش مرتب شد. پس بسم الله الرحمن الرحیم که به نام الله مهربان و بخشاینده یک واژه فریبکاران است. بعد میاد سراغ الف لام میم. زیادی از حقبازها، مسلمانهای جیرخار، مسلمانهایی که کلاهبردار هستند، برای این واژه که هیچ مفهومی بجز یک کلک و حقه نداره، یکی گفته روی حروف ابجد الف این میشه، لام این میشه، میم میشه، میم میشه، آن است، منظور آن است. خدایی که الکن باشه و نتونه منظورش درست به مخلوقاتش بگه، بیاد منظور آن است هر کسی به شکل خودش المعنا فی بطن شاعر باشه، که اون که آفریننده نیست، این چیز یاوه است، هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی الف لام میم نداره، مگر اینکه من بگم مثلا الکی لبو میفروشه، مثلا میشه الف لام میم، الکی لبو میفروشه. یا اگه لب مثلا مبندی، هزار واژه میشه از این درست کرد، گفت بله من نظرم اینه که اینجوریه، هیچ معنایی نداره. ولی آخوندا گفتن که این نمیدونم یک رمزی بوده بین الله و محمدش. خب اگر رمزه، خب این محمد که خائنه که رمز آورده برای دیگران گذاشته، و چه دلیلی داره که رمزی رو که کسی نمیفهمه این الله بگه؟ پس بنابراین این واژه الف لام میم یکی از بیهوده ترین چیزهایی است که با تمام این که این میگه این کتاب مبین آشکار روشن واضحه مغایره. بعد میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب، ذالک یعنی این کتاب، هم کم کتابه، لا ریب، ریب یعنی شک و تردید، ظن و گمان، لا نفیش میکنه، یعنی هیچ شک و تردید و نفی و گمان و ظنی درش نیست، که فیه در آن هست، هدن للمتقین. این هدن للمتقینش اوج بیسوادی و ناآگاهی گوینده است که من بگم آقا من یک پزشکم، فقط آدمای خوب رو مثلا یا آدمای اینجوری رو، اونی که من فکر میکنم مداوا میکنم، در حالی که پزشک اینجوری نیست. پزشک باید همه رو مداوا کنه،
پزشک یک اسیر جنگی از کشور دشمن میاد، یا میبرن حتی پزشک رو اسیر میکنن در یک کمپ جنگی دشمن، وظیفش رو همونی که هست انجام میده، عمل جراحیشو برای دشمن همون جوری انجام میده که برای دوست انجام میده، وظیفه پزشک اینه. این هم میگه هدن للمتقین، یعنی هدایت کننده هست، اما فقط برای اون پرهیزکاران، اونایی که خودش دوست داره. من نمیخوام که متقین هدایت بشن. متقین اگر به معنای پرهیزکاری و درستی باشه، خب اون اتوماتیک هدایت شده است. ما دیگه هدن للمتقین نمیخوایم، ما هدن للغیر المتقین میخوایم، هدایت برای آنها که متقی، پرهیزکار یا ترسان یا لرزان نیستن. چون معانی مختلفی داره این تقوا. اخشا و اتق یعنی بترس، روی هم رفته، بپرهیز. بنابراین از همین نخستین واژه شما وارد یک مرحله میشید که این کتاب کاملا حواسش پرت بوده و آدمی که این رو نوشته آدم منطقی، فهمیده و باسوادی نبوده، یک آدم کودنی، آدم کلاهبرداری در این حال که میتونسته شعرگونه جملات رو پشت هم بکنه و با اون اشعارش جلب توجه بکنه، اما همه هم ردش بکنن در زمان خودش، همه رد میکردن مگر یک عده سودجو که در خود تاریخ هم آمده. فمن هم دخلو، اسلام رو میگه، از اینها کسانی وارد اسلام شدن. به اون یارو ملا عرعر زاده میگم مردک، وقتی میگه فمن هم دخلو، این مصری، این عربی، الاغ تو اگر واژه ها و اصطلاحات عربی رو نمیتونی، برو یه خودمون عمامه خرکی تو گنده تر کن، ریشت هم از زیر بولت به ما تحتت برسون. و من هم دخلوه تمعن فی مغنم او جاه، یعنی اون کسانی که در زمان محمد بودن داخل این اسلام شدن به طمع مغنم، یعنی غنیمتگیری، او یعنی و، یا جاه یعنی مقام، یا برای مقام بود یا برای غنیمتگیری می اومدن بیمی، ولی باور و ایمانی نداشتن. این یک واقعیته. ایمان موقعی پیدا شد که اینا کشور ما رو از بین بردن، سرمایه های ما رو اومدن دست انداختن روش، دیدن عجب این قاراش میشه که اسمش تازینامه است، چه خوشمزه است، چه زنای مردم رو به راحتی میتونه ازشون بگیره، چه اموال مردم رو به آسانی میتونه مصادره کنه. اورثکم اردهم و دیارهم و اردن لن تطوعها، میراث شما میکنیم سرزمینشون و کشورشون رو و زمینهایی رو که شما ندیدید، بریم بجنگیم بکشیم، این میشه. وقتی اومدن این کار کردن دیدن عجب قشنگه، خیلی قشنگه. به ما هم اگر امروز یه کسی بیاد این وعده رو بده بریم همه آمریکا و دنیا رو بگیریم، همون میشه، ما هم اون وعده دهنده رو باید قبولش کنیم. اما نه، اون قبول با منطق قبول، با نفس قبول، با ذات قبول، با واقعیت قبول مختلفه. اونها که اومدن ایران ما رو گرفتن، اولین نخستین کشوری که قربانی یورش تازی شد و هستی ملتش از دست رفت ما بودیم، دیدن عجب به بچه خوشمزه است. دختر آزاده ایرانی کنیزشون شد، زن آزاده ایرانی بردشون شد و کنیزشون و همخوابه شدن باش با زنهای بوگندوی عرب که اون موقع آب نداشتن. اینو که دیگه نمیشه انکار کرد. حتی ممکن بود 6 ماه یک زنی با پوزش، میگم پایین تنه خودشو نمیتونست بشوره، در نتیجه نبودن آب و همه این مسائل، خب انگیزه این بود که آقا نتونه، یعنی تمیز نباشه. وقتی مرد بهش نزدیک میشد میگفت بوی گندش میومد، در نتیجه اومد این ور مرز هستن در شیرین به اصطلاح همسر خسرو پرویز، در حوض شیر تنش رو میشست. زن ایرانی اینگونه بود. اینا اومدن اون زن رو که به کنیزی و بردگی بردن و همه هستی رو بردن، نیستی ملت رو بردن، دارایی ما رو بردن، نابود کردن ما رو، گفتن به 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 چه دینی، عجب دینی که ما رو به این نوا رسوند. اما وقتی شما وارد مفهوم این قضیه میشید، میبینید برای اونا خوبه، البته غارت کردن بردن، اما برای انسانهای مورد ستم قرار گرفته، اونهایی که ناموسشون شرفشون رفت، اگر بخوان یک ثانیه هم مقاومت کنن در این که بگن این دین ننگین، دین آسمانی بوده، که میگه آقا هدن للمتقین، فقط ما نمیخوایم آقا هدن للمتقین، هدن للمتقین یعنی هدایت کننده پرهیزکاران. آقا پرهیزکار که خودش هدایت شده است، ما دنبال هدن للغیر المتقین میگردیم.
آخه این چه کتابی است که بیاد ادعا کنه من از طرف الله آمدم اما من فقط هدن للمتقینم، من پرهیزکارا رو، پرهیزکار خود پرهیزکار جامعه غیر المتقین، اینها نیاز به متقی شدن دارن. این نخستین بند تازینام است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجلس.